سلام دوستان، وقت شما بخیر. خوشحال هستم که با یک برنامه غذای گیاهی دیگه در خدمت شما هستم. امیدوار هستم که بتونین از این غذا بسیار خوب و مطلوب استفاده کنین. غذای امروز ما کتلت هست، کتلتی که با سویا و بلغور گندم اجرا میشه. خب، مواد اصلی این کتلت همونطور که گفتم بلغور گندم هست که 3 پیمانه است. این 3 پیمانه رو از 12 ساعت قبل ما خیس میکنیم و نگه میداریم و آبش رو میگیریم برای این کارمون. 2 تا سیب زمینی پخته شده است و 2 سیب زمینی بزرگ و با رنده ریز رنده میکنیم. 2 عدد پیاز متوسط که اون رو هم با رنده ریز رنده میکنیم. 150 گرم سویاست و زیره، نمک، زردچوبه، زعفران. اگه دلتون خواست میتونید فلفل رو هم اضافه کنید و روغن برای سرخ کردن اون. برای کتلت ابتدا بهتره که ما این بلغور گندم رو با سیب زمینی پخته شدهمون رو با مخلوط کن خوب مخلوط کنیم. یادتون باشه این بلغور گندم رو کاملا آبش رو میگیریم، نباید آب داشته باشه. 12 ساعت قبل هم همونطور که گفتم توی آب میذاریم خیس بخوره. سیب زمینیامون رو خب حالا مخلوط رو میکنیم. خب همونطور که گفتم بلغور گندم رو با سیب زمینی پخته داخل مخلوط کن میریزیم تا مخلوط بشه. فقط متوجه باشین که چون غلظت این بلغور گندم زیاده، احیانا اگر آب خواست ما میتونیم به مقدار خیلی کم آب رو اضافه کنیم، خیلی کم، شاید 1/2 پیمانه که غلظت اون بتونه انجام بگیره. و میتونیم هر از گاهی خاموش کنیم، احیانا چون غلظت و چسبندگی این ماده زیاد هست از زیر هم بزنیم. ببینید چه قشنگ کش میاد. بعد مجددن باز دوباره یه بار دیگه نگاه میکنم. بله، کاملا مخلوط ما چسبندگی و غلظت خوبی رو پیدا کرده. فقط فراموش نکنین که ما از هر نوع وسیله‌ای که داریم در خونه میتونیم استفاده کنیم، مثل چرخ گوش یا گوشکوب برقی، هر دوی اینها میتونید استفاده رو انجام بدید. حالا ما تمام این مواد رو با مواد دیگه ای رو که داریم مخلوط میکنیم. یادتون باشه پیاز رو حتما آبش رو میگیریم و سیب زمینی نپخته رنده شده رو. حالا نمک، زردچوبه، زیره سبز. زیره سیاه هم میتونید استفاده کنید، بستگی به خودتون داره. خب ما حالا این ماده رو که اینجا داریم به این ماده مون اضافه میکنیم. این
ماده چون چسبندگی زیاد داره، کتلت ما رو خیلی خوب حفظ میکنه موقع سرخ کردن. بلغور گندم رو غلظت خوب آماده داریم که با بقیه موادمون مخلوط کنیم و آماده است که ماده کتلتمون آماده بشه برای سرخ شدن. اگرم همونطور که اینجا من به شما گفتم زعفرون رو داریم، میتونیم خیلی کم آروم آروم بهش اضافه کنیم. مواد رو قشنگ هم میزنیم، مخلوط میکنیم تا غلظت واقعیمو بهمون بده و بتونیم کتلتمون رو خوب از آب در بیاریم. اگر احیانا دیدین که موقع سرخ کردن کتلت شما احساس میکنین ممکنه وابره، میتونید از آرد گندم یا آرد سویا یا آرد لپه استفاده کنید. خب دوستان خوب من، تمام مواد رو ما داخل ظرف ریختیم و حالا قشنگ ورز میدیم تا مواد ما آماده بشه، مخلوط ما، و ما بتونیم کتلت خوبی رو در بیاریم. فقط یادتون باشه اگر احیانا ماده شما هنوز اون غلظت لازم رو پیدا نکرده، خیلی خوب ورز بدین، گوشکوب برقی دارین از اونم استفاده کنین. و باز هم اگر احیانا احساس کردین که هنوز اون قوام لازم رو اون ماده شما، این ماده شما نداره، میتونید از آرد لپه، آرد نخوچی یا آرد گندم یا آرد سویا استفاده کنید. الان مایه ما آماده شده، خوب ورز میدیم. بسیار خوب. خب من از قبل یه مقدار مایه، روغن مایه سرخ کردنی رو داخل این مایتابه ریختم. اول سعی میکنیم یه ذره مایتابه رو گرم کنیم و بعد روغن رو بریزیم. خب به محض اینکه احساس کردیم که روغن به اون اندازه رسیده که ما میتونیم مایمون رو داخلش بریزیم، میریزیم. هنوز این نشده، منم مشغول ورز دادن میشم، از این فرصت استفاده میکنم تا روغن گرمتر بشه و من کتلتم رو آماده بکنم، در حقیقت مایم رو آماده بکنم تا کتلت خوبی داشته باشم. دیگه شما میتونید مایه کتلتون رو به هر اندازه که خودتون دوست داشتین، کوچک یا بزرگ، گرد، مستطیل یا با قالب‌هایی که معمولاً هست توی بازار استفاده بکنید. بله، روغن هم تقریباً داره آماده میشه. باید مراقب باشیم که خیلی حرارت مایتابه زیاد نشه که روغن نسوزه. گرچه که حتما سعی کنید که از روغن‌های سرخ کردنی استفاده کنید، برای اینکه اونها آمادگی تحمل درجات بالا رو دارن. هنوز سرخ نشده، بوش میاد. امیدوارم که از این کتلت استفاده خوبی رو داشته باشید. برای اینکه کتلت یک غذایی هست که میتونی در پیکنیک ها استفاده کنید و یا اینکه بعضی وقتا برای عصرانه، حتما از این غذا
غذا استفاده مطلوب رو ببرید. و چون بلغور گندم داره بسیار مغذی هست، میتونید به جای بلغور گندم فقط همون سویا رو هم استفاده کنید، ولی این نوع کتلت رو هم میتونید یاد بگیرید و استفاده ببرید. بله، تا سرخ بشه. خب مدت زمانی طول میکشه، من باید بذارم یه برش که خوب سرخ شد، بعد مجددا روی دیگرش رو سرخ میکنم. خب کتلت ما آماده شده، من از قبل اینها رو آماده کردم. بله، همونطور که به شما گفتم میتونید این رو برای پیکنیک استفاده کنید و به خاطر همین من اینجا نان ساندویچی که به صورت همبرگر هست البته آماده کردم که برای شما بذارم. پس همونطور که به شما گفتم میتونید اون رو داخل نان ساندویچی هم بذارید یا با نانای سنتی خودمون رو هم بگیرید. زیبا و قشنگ. این نان ساندویچی کاهو داره، گوجه داره، خیارشور داره، پیاز حلقه شده داره و اگر دلتون خواست میتونید سسای مخصوصی رو هم هرچی دوست دارید برای خودتون بزنید. خب به هر حال خیلی خوشحالم، امیدوارم که این کتلت رو درست کنید، لذت ببرید و دوست داشته باشید. بینندگان گرامی، لطفاً با سوپریم مستر تلویزیون همراه باشید. متشکرم. خدا نگهدار. Details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.